هفته هاست داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر محسن سازگار درباره انقلاب ایران و حوادثی که در اون زمان گذشت. ایشون تجربیات زیادی داره از اون دوره و روزگار، زوایای انقلاب رو میشناسه و بسیاری از ارکان انقلاب در ارتباط نزدیک بوده، برخی از اونها از دوستانش بودن، مشاغل مهمی داشته در اوایل انقلاب، مشاغل به نظرم برخی کلیدی، مثلا ریاست رادیو به هر حال یک پست خیلی مهم بوده در اون روزگار، یا ریاست بر صنایع ایران و قرار، یعنی با یک شخصیت آگاه طرفی. تو این فاصله شماری از برجستگان ما اهل فکر این مسئله رو مطرح کردن که آیا لازم بود این انقلاب رخ بده؟ ادهی میگن آری باید رخ میداد اگه قرار بود که ما با مانع مذهب خداحافظی کنیم، چون مذهب همیشه یا روحانیتی که در واقع مدعی مذهب بوده مانع ایجاد کرده در راه پیشرفت و ترقی ایران، و اگر قرار باشه که ما روزی روزگاری خودمون رو به پای جامعه جهانی برسونیم، ناچاریم که بالاخره با این دوره و با این مانع خداحافظی کنیم، با این صد تا با این مانع. اما برخی میگن نه، انقلاب اصلا ضروری و لازم نبود، چرا که چیزی که ازش برآمد در واقع نوع خطرناکی از یک فرقه مذهبی بود که هیچ تجانسی هم با اونچه که ما از فرهنگ شیعه میشناسیم نداشت. خب اینم نظر گروهی است، اما برخی واقعا مصرن که ما باید بالاخره این دوران رو پشت سر میگذاشتیم، چون همین باعث شد که نسل امروز به کل خرافات رو کنار بگذاره و دید بهتری دنیا رو نگاه بکنه، نگاهش علمی تر بشه و بر پایه آزمون و خطا. درود بر شما آقای دکتر سازگارا. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی و همه بینندگان عزیز. خانم مهرانگیزی کار میگم کاش اصلا اتفاق نیفتاده بود چنین انقلاب. شما چی میگید؟ شما چی میگید واقعا جمعا نظرتون چیه؟ والا میدونید تاریخ رو نمیشه با اگر و مگر، خب قطعا همینه، قطعا همینه، درسته، چیز کرد. من البته به دترمینیزم و جبر تاریخی هم قائل نیستم و معتقدم آدم ها و حوادث در شکلگیری اتفاقات تاریخی نقش دارن، ولی پدیده به بزرگی انقلاب اسلامی ایران رو هم نمیپسندم کسانی که خیلی خیلی ساده میکنن و مثلا میگن اگر شاه به جای ازهاری اویسی رو میگذاشت مثلا این انقلاب پیروز نمیشد. نه اینا که شوخیه. بله بله. به نظرم کار درست این است که این انقلاب رو ریشه یابی کرد، شناخت. مذهب قطعا سازمانی به نام روحانیت شیعه که در دوره قاجاریه یکی از سپایه اصلی قدرت شد، یعنی ایلات و عشایر حاکم بودن ایل قاجار و نیروی نظامی کشور رو تشکیل میدادن، خانواده های بزرگ زمیندار فتلی شاه پسراش رو وادار کرد با خیلی از اینا و دختراش رو ازدواج کردن و در نتیجه این پایه دوم بود و پایه سوم هم روحانیت بود در تمام قرن 19. دور و نزدیکی روحانیت هم به حکومت قاجارها تابع خیلی مسائل بود، از جمله حالا پایگاهی هم که روحانیت سعی کرد در درون مردم داشته باشه. ولی در دوره پهلوی ها، پهلوی اول رضا شاه، ایلات و عشایر رو سرکوب کرد، به جاش ارتش نوین رو گذاشت و پهلوی دوم زمینداران بزرگ رو بعد از اصلاحات ارضی خلعیت کرد و به اصطلاح اون روز اون هزار فامیل رو دستشون رو کوتاه کرد و در مناسب جوانای تحصیل کرده تازه از امریکا و اروپا برگشته رو گذاشت و مون پایه سوم یعنی روحانیت. و تصور به نظر من شاه این بود که با ارتش و ساواکی که داشت و ساختار حکومتی که شکل گرفته می شود جامعه به بزرگی ایران رو اداره کرد، در حالی که خب هر حکومتی ناچار از این که در
بخش‌های مختلف جامعه پایگاه داشته باشه، پایگاه قدرت داشته باشه. به هر حال سازمان صنفی آموزشی به قول آقای مطهری و به تعبیر بنده صنفی آموزشی حکومتی مثل روحانیت، مخصوصا میگم سازمان حکومتی بوده برای اینکه از قرن 19 هم که روحانیت شیعه به این شکل در اومد، چون قبل از اون اصلا شکل دیگه ای بود. درست. در دوره قاجاریه روحانیت هم منابع پولی پیدا کرد، هم منابع تبلیغاتی پیدا کرد، هم سازماندهی نهادهای دینی پیدا کرد که به هر حال و تمرین قدرت هم کرده بود، دوربرشون بزن بهادر و بابا شمل فراگون بود. بنابراین این سازمان یه پای قدرت بود و این سازمان دیر یا زود به هر حال با قدرت کشمکش داشت و هر وقتی که مخالفت میکرد به هر حال حادثه مهمی میشد، مثل انقلاب مشروطه یا ملی کردن نفت. اومدن و رفتن روحانیت در این حوادث، در اوج گرفتن و فراز و فرود این اتفاقات بزرگ، به هر حال بسیار مؤثر بود. ولی این تنها ماجرای انقلاب اسلامی به نظر من نیست. ما بیشتر از این که یک حکومت به روحانیت بدهکار باشیم، میشه گفت که یه انقلاب به اندیشه چپ بدهکار بودیم و تصور انقلاب درد درمان دردها با به خصوص انقلاب اکتبر در روسیه شوروی و تشکیل کشور تا جمهوری شوروی و تسلط گفتمان چپ روشنفکری بر روشنفکری جامعه ما هم پدیده کمی نبود که از دهه به خصوص 20 به بعد، اگر از مشروطه به بعد ورود این افکار رو بگیریم، در دهه 20 با برآمدن حزب توده و رسوخ اندیشه چپ و انقلابیگری در انتشاراتی ها، در مطبوعاتی ها، در سینماگرا، تئاتر و بسیاری زوایای روشنفکری کشور هم به نظرم پدیده ایست که باید بهش برده توجه کرد. ضمن اینکه ساختارهای طبقاتی جامعه مثل رشد طبقه متوسط در دوره محمد رضا شاه به خصوص و شهرنشینی، بدون اینکه به پاره نیازهای این طبقه توجه بشه، طبقه ای که باید به طور طبیعی پایگاه قدرت رژیم شاه میشد، ولی به قول جزوه‌ای که من بعد که رفتم رادیو توی کشوی مدیر رادیو پیدا کردم، در آبان 57 توسط ساواک نوشته شده بود، طبیعتا برای مدیران ارشد کشور بود و جزوه خیلی خوبی هم بود، من نمیدونم کی این رو در ساواک نوشته بود، ولی جزوه تحلیلی خیلی خوبی بود و نوشته بود اون تو که چرا طبقه متوسط، نکات مختلفی داشت، عنوان جزوه بود در علل ناآرامی های اخیر آبان 57 که دیگه حالا انقلاب داشت قلقل میزد، توی اون نوشته بود که چرا طبقه متوسط که ما حکومت شاه در واقع اون رو رشد کمی و کیفی داده، هم حقوقش خوب شده بود، هم رشد کرده بود، تعدادشون زیاد شده بود، کارمندان دولت، تکنوکرات ها، تحصیل کرده ها و غیره، چرا اینها با حکومت پشت کردن و پیوستن به کسانی که میخوان حکومت شاه رو بر بیاندازن. یکی از تحلیل‌های جالبی که در اون نوشته بود و من یادم هست این بود که گفته بود که خود ما، خود حکومت شاه اینقدر سطح طبقات این طبقه رو بالا بردیم که دیگه هیچ حکومتی، هیچ دولت قادر به پاسخگویی به طبقات این طبقه نیست، بنابراین ناراضی شده این طبقه. در واقع اشاره اون جزوه به این بود که اون چه که سوشال موومنت و حرکت اجتماعی درست میکنه الزاماً محرومیت ها یا برخورداری ها نیست، بلکه فاصله بین توقعات و امکاناتی است که در برآوردن اونها از طرف حکومت پیدا میشه. هرچی این فاصله بزرگتر بشه اون گروه های اجتماعی ناراضی تر میشن. البته به نظر من در نارضایتی طبقه متوسط دلایل دیگری هم هست، از جمله اینکه وقتی طبقه متوسط رشد کرد در ایران و در واقع شد محمل مدرنیته ایران، محصولات مدرنی که شاه به جامعه ما آورده بود رو
بیش از همه طبقه متوسط مصرف کرد سخت افزاری و نرم افزاری و اشاعه داد. ولی وقتی که فرض کنید یک کارمند دولت میتوانست با 7000 تومان حقوق بره اروپا هم 10 روز بگرده بیا تورایی که اون موقع بود، چشمش فقط در اروپا مترو و قطار و نمیدونم نظم و ترتیب بود، عناصر به اصطلاح محصولات دنیای مدرن سخت افزاری رو نمیدید، بلکه چشمش دموکراسی و روزنامه آزاد و احزاب آزاد و انتخابات آزاد و اینها رو هم میدید و توقع داشت. یا فرض کنید به نظر من به هم خوردن رابطه بین روابط زن و مرد در جامعه ما، یعنی قرنها زنان ما از فعالیت اقتصادی محروم بودند به مستقل، و از نکاتی که با موج ورود مدرنیته به کشور از دوره رضا شاه شروع شد و زنها تونستن بیان به عرصه اقتصاد و اجتماع، این بسیار نکته مهمی بود برای اینکه روابط سنتی پدر سالارانه رو در درون خانواده به هم زد. و وقتی که زنان پا به عرصه و تونستن استقلال اقتصادی داشته باشن، دست کم بالقوه، حالا خیلی هاشون هم بالفعل شدن رفتن کار کردن، این باعث میشد که دیگه اونجور مرد سالاری و پدر سالاری شروع کنه به کمرنگ شدن. وقتی در هسته اجتماع که خانواده است این اتفاق میفته، عکس برگردونش در ساختار حکومتی در بالای هرم قدرت هم طبیعتا دیگه تأثیرش رو میذاره. یعنی شاه در ایران، سلطنت در ایران از قدیم الایام در واقع یک ریفلکشن و یک برگردانی از مرد پدر سالاری در درون جامعه ما. اتفاقا محمد رضا شاه در یک مصاحبه فکر میکنم با اوریانا فالاچی، اگر حالا حافظم اشتباه نکنه، به یکی از خبرنگاران خارجی میگه که شاه در ایران یک رهبر ساده نیست، یک رهبر سیاسی نیست، شاه در ایران مثل پدر ملته. این نقش، این حرف درسته در طول تاریخ ایران. اما یک نکته که محمد رضا شاه به نظر من حواسش نبود و متوجه نبود این بود که اساسا نقش پدر عوض شده دیگه. پدر دیگه اونطور دیکتاتور خونه نیست و الزاماً هرچی بگه زن و بچه گوش نمی کنن. به تدریج داره رنگ میبازه. به همین دلیل شاه هم که حالا دیگه پدره، دیگه اون پدر سنتی نمیتونه باشه، باید که گوش بکنه به خانواده که ملتن و امثال هم. من حالا نمیخوام وارد ریشه یابی انقلاب بشم، ولی به عنوان مثال میخوام بگم شما اگر برید عقبتر و کالبد شکافی بکنید پدیده مثل انقلاب اسلامی ایران رو، اون وقت به خیلی ریشه ها برخورد میشه که نشون میده این پدیده در مثلا نیمه دهه 70 میلادی، در نیمه یعنی بخش آخر دهه 70 میلادی یک شبه به وجود نیامده، ریشه های متعدد و عمیق و قدیمی داره که دست به دست داده افتاده. ولی همه این حرفا به این معنی نیست که نمیشد جلوش رو گرفت. چرا؟ خیلی چیزا میتونست تغییر کنه اگر مثلا در سال 56، یک سال بعد از قبل از پیروزی انقلاب، محمد رضا شاه وقتی هویدا رو کنار گذاشت، در واقع به نوعی حکومتش رو رفرم کرد، همونجا اگر پاره رفرم های دیگر هم در مجموع حکومتش صورت میداد، شاید مخالفین برانداز او مثل مثلا من و نسل ما موفق نمیشدن نظر مردم رو جلب کنن. انقلابیگری شاید نمیتونست اونجور قل بزنه و بیاد بشه گفتمان غالب، اگرچه از یک دهه قبل از اون در واقع انقلابیگری در همه جا خودشو نشون میداد. حتی من گاهی میگم در قشری ترین لایه های تولید فرهنگ اگر الان برگردید عقب نگاه کنید، مثل اون فیلم فارسی، شاید یکی از به اصطلاح به لحاظ عمق و به اصطلاح فرهنگی بودن، بیشتر مشتریش طبقات پایین جامعه بودن، اون چیزی که به فیلم فارسی به قول بچه های مجله فیلم معروف بود. شما الان برگردید همون فیلم فارسی ها رو نگاه کنید، تمام خطوط انقلاب اسلامی توش هست، حتی در اونجا، چه برسه مثلا به آثار یا سخنرانی ها و نوشته های شریعتی
آریانپور، نمیدونم چپ راست، شعر شاملو، داستان امین فقیری، علی اشرف درویشیان، به اونجاها که کاری ندارم. حتی شما به سراغ فیلم فارسی برین، مثلا میبینید معمولا تو اینا آدم خوبه بچه کارگر است، آدم بده پول داره است، یه خارجی پشت پول داره است، و خودمون به سنت هامون بر بگردیم و مقاومت جلوی پدیده های غرب شاید سوژه خیلی از این فیلم هاست. و طبقات سنتی معمولا درشکچی، قهوه‌چی، نمیدونم اینا آدم ها خیلی خوبی هست و هاکذا. بنابراین میخوام بگم درسته این فکر نشون میداد در دهه چهل به شکل فکر غالب در اومده، ولی باز هم شاید اگر مانورهای سیاسی پخته ای صورت میگرفت، شاید اگر محمد رضا شاه مریض نبود و سرطان نداشت و بیمار نبود، شاید میتوانست از یک سال قبلش تصمیمات دیگری بگیره. عرض کردم البته تاریخ رو با این اگرها و مگرها نمیشه قضاوت کرد، ولی با شما موافقم. به هر حال انقلاب اسلامی پدیده‌ای بوده که اولا چندین دهه ریشه یابیش باید کرد که چگونه عناصر مختلفی دست به دست دادن و اومدن شکلش دادن، و ثانیاً این پدیده الزاماً حتمیت نداشت، میشد اجتناب بشه، ولی به هر حال ماجرای بزرگی است که هنوز هم شما در کل کشورهای اسلامی میبینید داستان به قدرت رسیدن اسلام گراها و اجرای احکام شرعی هوس و هدف زنده است که امثال داعش از توش بیرون میاد، امثال اخوان المسلمین مصر از توش بیرون میاد، و در واقع هنوز یک قصه ناتمامه. هنوز دنیای اسلام در گذار به مدرنیته راه‌حل‌های مناسب خودشو پیدا نکرده و یک زایمان دردناک به عصر مدرن داره میکنه که با خون و خون ریزی توامه. حالا شما به عنوان یک شیعه معتقد بالاخره و مؤمن در گذشته، حالا نمیدونم، سوالم نمی کنم ازشون، چون هیچ علاقه به تفتیش عقیده مذهبی ندارم، ولی چیزی که پدید آمد، انقلاب به نام تشیع صورت گرفت، اما چیزی که پدید آمده به نظر میسه ارتباطی با تشیع هم نداره. امروز حکومت آقای اون در پیونگیان در کره شمالی هیچ ارتباطی با مارکسیسم لنینیسم نداره. شما کافیه یه جزوه مارکسیسم لنینیسم رو بخونید و متوجه بشید که حکومتی که امروز در کره شمالی بر سر کاره یه فرقه ایدئولوژی که تازه است، ربطی هم به میراث مارکس، انگلس، نمیدونم لنین، حتی استالین هم نداره. طبیعی... خود شما نظرتون چیه؟ طبیعی آقای میبودی. ببینید حتی بین خود لنینیزم و مارکسیزم یک دریا فاصله است. یعنی وقتی آراء مارکس به روسیه میرسه، که مارکس اصلا طبق پیشبینی‌هاش هم نباید در روسیه کمونیست‌ها پیروز می‌شدن، بعد در آلمان اول انقلاب سوسیالیستی اتفاق می‌افتاد. لنین با زیرکی می‌فهمه که خب کارگر صنعتی آنچنان نیست که یک انقلاب سوسیالیستی از دوره فئودالیسم مثلا به سوسیالیسم اتفاق بیفته. در نتیجه شعار رو عوض میکنه، زحمتکشان، کارگران و دهقانان با هم دیگه، چون میدونه به اقتصاد کشاورزی متکیان و به کشاورزا احتیاج دارن. و بعد به قول شما به کره شمالی که میره بیشتر شبیه یه فرقه عجیب و غریب میشه، حزب کمونیست یا کارگر کره شمالی. در ایران هم طبیعیه که شیعه، ببینید شیعه برعکس سنی تجربه حکومت نداشت تا دوره صفویه، و در دوره صفویه وقتی شاهان صفوی، شاه اسماعیل ابتدا اعلام تشیع کرد، یک سوم ایران بیشتر شیعه نبود و به زور در واقع بقیه ایرانو مذهب رسمی کردن و شیعه کردن مذهب رسمی رو. ولی انقدر بیگانه بود جامعه که حتی حکومتی که میخواستن بر اساس احکام فقه شیعه بنا کنن نمیدونستن چه احکامیه، ناچار شدن برن و از جبل عامل، از لبنان فعلی که شیعیان اونجا زیاد بودن، آدمهای مثل شیخ احمد کرکی رو بردارن بیارن، یا پدر شیخ بهایی معروف و اینها، یه تعدادی از علمای شیعه از جبل عامل اومدن ایران و بگن احکام فقهی
چگونه است، در حالی که صفویه در واقع خیلی هم در بند اون احکام فقهی شیعه نبودن، بیشتر میشه گفت طریقت صوفیه صفویه رو با سلطنت سنتی ایران و شریعت شیعه مخلوط کردن، یه آمالگامی در واقع، یه ترکیبی از این درست کردن، باهاش 200 چند سال حکومت کردن. وقتی هم دست فقهای شیعه زیادی باز شد، شد دوره شاه سلطان حسین اینا، که بعدها به قول کریم خان زند میگفت از دلایل سقوط اصفهان و فتنه اصفهان اسمش رو میذاشت کریم خان، یکی هم همین بود که این علما در حوزه سیاست زیادی دخالت کردن. حالا حتی این چیزی که ما امروز داریم با اون معجون هیچ گونه تناسبی نداره. نه خیر، ولی بیش از همه آقای میبودی، ببینید دکتر شریعتی که شاید معلم انقلاب باشه، در اون کتاب تشیع علوی صفوی خودش ضربات خیلی سنگینی به نوع شیعه صفوی میزنه. شریعتی در واقع میاد میگه هرچی که خودش میخواست بگه، و انقلابیگری یه ایدئولوژی انقلابی چپ رو مدل مارکسیستا از شیعه میخواست درست کنه، اسمشو میذاره تشیع علوی، و هرچی که روحانیتی که باهاش درگیر شده بود فوشش میدادن میخواست بکوبه، اسمشو گذاشت تشیع صفوی. یه تئوری هم ساخت، تبدیل نهضت به نظام، و ضربات واقعا سنگینی به تشیع روحانیت موجود زد. ولی بعد از پیروزی، و این موج غالب بود، انقلاب که پیروز شد، این موج انقلابیگری غالبتر از موج شیعه‌گری بود، ولی به تدریج به نظر من روحانیت مواضع قدرت رو گرفت، دیدن که خب اینا سر سفره صفویه نشستن. یعنی بیش از همه هنوز میشه گفت که دین موجود ایران در فضای از صفویه و به خصوص قاجاریه، چون قاجاریه در این دین یه تغییرات دیگری هم دادن. به همین دلیل هم هست که آقای میبودی، این حکومت اگر بگیم حکومت جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی شبیه چی شده، بیش از همه در تاریخ ما اگه بگردیم شبیه دوره قاجاریه شده، و در دنیا اگر بگردیم شبیه کمونیستا شده، برای اینکه این دو عنصر توش خیلی قوی بوده. یک سری چیزها رو از کمونیستا و چپ به ارث برده، به هم دلیلم است که سرنوشت شوروی برای این حکومت خیلی مهمه، و مدل اینکه مبادا دوچار فروپاشی از نوع شوروی بشه، برای اینکه خیلی روش ها و شکل گیری هاش شبیه کمونیستا بوده. ولی پوسته اصلی که هرچی ژنی توش رشد کرده، اونی بوده که بیش از همه جامعه ما رو شبیه قاجاریه کرده. یعنی کولاژ، ما امروز با یک کولاژ طرفی. دقیقاً یعنی کولاج. تعبیر کولاژ. حالا آقای واقعیتش کتاب می‌نویسم راجع به انقلاب اسلامی ایران، و سعی میکنم تحلیلی باشه کاملا، نه خاطرات و حوادث. توی متوجه. اون در واقع در فصل اولش ریشه های تئوریک انقلاب رو سعی کردم توضیح بدم، تشبیه کردم به یک سلول مادر، که اون سلول مادر برگشتن به احکام شریعت و فقه، ولی توی این چندین ژن تزریق شده. ژنای مثل مثلا ولایت فقیه رو آقای خمینی چون مشق عرفان کرده بود، از روی مدل مرشد کامل صفویه یا اون انسان کاملی که عرفا دنبالشن برداشت کرده. یعنی یه نوع یه نوع مذهب مهندسی شده. بله، یعنی یه جور ترکیبی که ژنای مختلف رفت تو این سلول، و اگر این تعبیر تون نباشه، این سلول در واقع یک فرانکشتن خلق شد. این سلول در تکثیر خودش به همین دلیلم اینقدر جون سخته. اگه فقط یک حکومت مبتنی بر شریعت بود، میشد ابوبکر بغدادی، میشد حداکثر عربستان، میشد طالبان. چالش کردنش برای فرهنگ ایرانیان انتلکتوال و با فرهنگ خیلی ساده بود. درست. همین الان هم به راحتی اونا رو میشه مسخره کرد، مثلا شطور شما دیه بدی، نمیدونم این یه سری از احکام فقهی. ولی این انقلاب، علت جون سختی این تئوریکش این است که توی اون سلول مثلا ژن انقلابیگری از مارکسیستا وام گرفته شده، تزریق شده. ژن دموکراسی هم یه ذره تزریق شده به شکل انتخابات های نمایشی در واقع، ولی در ضرب اول
نمیتونه کسی تشخیص بده که این انتخابات چرا قلابیه. مثلا ژن ناسیونالیسم هم توش خود تزریق شده و ژن فاشیسم هم به لباسش رفته تن اون مرشد کامل و انسان کامل که اسمش شده ولایت فقیه. چون ببینید ولایت فقیه که تو فقه هست هیچی نیست جز حکومت فقیه، ولی ولایت فقیه که الان آقای خامنه‌ای و آقای خمینی ازش دم میزدن، اون شخص یه چیزی ماوراتر از یه فقیه که داره حکومت. به نظر من بدترین صفت توسعه طلبیه که متاسفانه حالا نمیدونم چگونه تزریق شده، چون ما گرفتاری با به اصطلاح اهالی منطقه نداشتیم، یعنی قصدی هم نداشتیم که به منافع ارضی اونها تعرض بکنیم. این الان آمده شده بخشی از عادات یومیه و بر سرش تفاخرم میکنن. ببینید مفتخرن این داستان صدور انقلاب، البته در انقلاب فرانسه هم بوده، در انقلاب اکتبر روسیه هم بوده، این فکر که انقلابیون سر پیچ تاریخ متولد شدن و یه راه نو میخوان پیش پای بشریت بذارن، در انقلاب اسلامی ایران هم مثل انقلابهای دیگه بوده و انقلابیون واقعا روز اول فکر میکردن که وظیفه تاریخی دارن اینو سرایت بدن. ضمن این که باز حالا به نظر من یکی از کلیدی ترین کتاب های مرحوم دکتر شریعتی اون تفسیر سوره روم یا پیام امید به روشنفکر مسئوله، که کسی اون کتاب رو بخونه میبینه در واقع شریعتی اونجا کاملا این هوس روشنفکرها رو بیان میکنه که انگار مثل زمان ظهور پیامبر مسلمین باید به قدرت برسن دوباره، و این دفعه دوباره بین بلوک شرق و غربی که اون موقع زمان جنگ سرد بود راه سومی رو باز خواهند کرد که دنیا رو میگیره. بله مثلا طالبان این ویژگی رو نداره، طالبان یه فرقه بومیه، فقط نگاش به افغانستانه. طالبان پاکستان هم به پاکستان کاری به بقیه جاها ندارن، در حالی که ما در فکری هستیم که کاخ سفید رو تصرف بکنیم. رفتیم دقیقاً کناره دریای مدیترانه. جنگ ایران و عراق سوال این بود که راه قدس از کربلا گذشت، یعنی بعد از کربلا نوبت قدس و بعد از قدس هم نوبت واشنگتنه. خب آقای الانم میگن، البته دماغ انقلابیون ایران هم مثل خیلی انقلابیون کشورهای دیگه بعد از یه مدتی سوخت و فهمیدن که اون شعارا کارآمدی. خب متاسفانه وقتم داره تمام میشه. یک سالی که داشتم از شما به عنوان شخصیتی که رفتید در رشته فیزیک درس خوندید، طبیعتاً این روزها باید یه کمی مسائل الهم فلهم کرد پیش میاد. یه قضیه الان مسئله نیروگاه هسته‌ای مطرحه، تأسیس نیروگاه، احداث نیروگاه‌های جدیدی که آقای علی اکبر صالحی بشارتش رو دادن، نه اون یکی کم گرفتاری درست کرد برای ایران، حالا قراره با کره‌یا و ژاپنیا و روس‌ها بر سر احداث نیروگاه‌های تازه هم قراردادهای به اصطلاح امضا بشه. من از چندین فیزیکدان سوال کردم یا از کارشناسان مثلا فناوری هسته‌ای، گفتم واقعا اگه کلید نیروگاه بوشهر رو به شما بدم چه کار میکنین؟ گفتن می قفل میکنین. تقریبا همشون همینو گفتن. موافقم. همه همینو. موافقم. بله. میخواستم راجع به نیروگاه هسته‌ای، اون زمان قاعدتا شما وقتی به ایران میایید کسی که رفته فیزیک خونده باید علاقمند باشید در سازمان انرژی هسته‌ای ایران کار بکنید. از تون پرسی هم گفتید نه کار نکردم و علاقه نشم، موقعا نیروگاه تعطیل شد. یادتون باشه قبل از اینکه وارد ادامه گفتگو بشیم و رفتن شما به میدان ارک، اندکی هم درباره نیروگاه اتمی بوشهر با هم صحبت بکنیم در اون زمان که بله. چی شد، چه اتفاقاتی افتاد، چرا تعطیلش کردن، این همه زیان و ضرر. موافقید با آینده؟ بله کاملا کاملا موافقم. تشکر میکنم آقای سازگار، خیلی لطف کردید. ممنون. تا هفته آینده. لطفشون.